یه آقایی در تلویزیون ایران پیدا شد که دلایل فراموشی و آلزایمر رو اینا رو کشف کرد. ما هم حیفمون اومد که شما رو مطلع نکنیم. دقت بکنید، پیامبر در سفارشی به حضرت امیر فرمودن که ای علی، هفت چیز است که فراموشی می آورد: خوردن سیب ترش، خوردن گشنیز، پنیر و پسمانده موش. حالا این پسمانده موش شاید برای ما شهری ها خیلی شد، ولی روستایی خیلی باید دقت کنن. یعنی چی قربان؟ یعنی شما چی داری میگی الان؟ یعنی شما داری میگی که مثلا روستایی ها، ما خودمون یه پا روستاییم عزیز من. آخه مرد حساب، به مرد گاب، این چه حرفی تو میزنی آخه؟ خواندن نوشته های روی قبر، راه رفتن میان دو زن، افکندن شپش، حجامت در بودی پس سر و ادرار در آب راکت. و اینکه خب وظیفه ما ایجاب میکنه همینجوری مسائل رو نپذیریم، و برای همین سامان جان برکفی کرد و این جریانات رو امتحان کرد. اون چیزی که فراموشی میاره برای آدم ها چی هست؟ دقت بکنید، خوردن سیب ترش. فیلم ها دیدی اول سیبه رو پاک میکنن، نمیدونم چرا. خوردن گشنیز. گشنیز چیه دیگه؟ پنیر. پنیر نمیخورم، پسمانده موش. عجب موشیه. خواندن نوشته های روی قبر، راه رفتن میان دو زن و ادرار در آب راکت. حالا امتحان میکنیم ببینیم که این کارهای که سامان کرد بهش فراموشی دست داد یا نه. سامان اسمت چیه؟ پنجشنبه. آها، اینو گوش بده. یه آقای دیگری پیدا شد که گفت مؤمنان توبه هم نکنند، آخرش به بهشت میروند. اگر خیلی گناه کنند، 300,000 سال جهنم میمانند، بعد بهشتی میشوند. از خونم که مؤمن سرانجام بهشتی خواهد بود، یعنی به هر حال به بهشت میاد. حالا اینکه چه مدت طول بکش تا به بهشت بیاد، بسیار از مؤمنین با همون مرگ پاک میشن. فشار مرگ، حرارت مرگ و سکرات موت اینها رو پاک میکنه و پاک از دنیا میرن. حالا گناهشون سنگین باشه، توبه نکرده باشن، تو عالم برزخ گرفتارن، اونجا وارد جهنم برزخی میشن. منتها این جهنم چون جهنم عمل هست، روز به روز اینها رو پاک میکنه، تصفیه گر هست و یواش یواش اینها پاک میشن، طوری که تو هم عالم برزخ ممکنه که جاشون عوض بشه و از جهنم بیان داخل بهشت. حالا یه گناه سنگین باشه و کل عالم برزخ رو خودش اختصاص بده، در قیامت اون سختی های قیامت روز 50,000 سال گام به گام اینها رو پاک میکنه، تصفیه میکنه، تا زمانی که شایسته اون رحمت الهی رو پیدا بکنن و بیان داخل بهشت. حالا یه فرض کنید گناه انقدر سنگین باشه که در قیامت هم پاک نشه، اینها بعدن میرن به جهنم. 100 سال، 1,000 سال، 100,000 سال تا 300,000 سال که سختش هم 300,000 سال هست، ممکنه مؤمن در جهنم بمونه، بعد شفاعت شامل حالش میشه یا تفضل ذات باری تعالی شامل حالش میشه و سرانجام نجات پیدا میکنه. آقا جون، شما کجا میدونی همه اینا رو؟ آدم عصبانی میکنی آخه، مدرکت چیه؟ من نمیدونم این پیغام پسخام کی از بهش برای شما میاره که شما برمیدارین همه حرفا رو میزنین تلویزیون دولتی. والا به خدا، به دین، به مذهب، مردم ایران آدمای باهوشی هستن، میفهمن شما چی داری میگی. همجا علکی که نمیشه که، نمیدونم آخه این واقعا آخه این آقای قاتل آزاد شده هم یه چیزایی گفت تو این مایه ها. واقعا شاید به عبارتی جهنم رو گذروندم، امروز خوشحالم که به عبارتی بهشت رو پیدا کردم. خب معلومه که برات بهشت عزیز من. آدم کشتی، انداختن زندون، بعد بگیر و ببند کردن، آزادت کردن، میخوای برات بهشت نباشه؟ والا به خدا، شما نه تنها در بهشتی الان، بلکه افتادی تو عسل. گرم حالیت نیست. سوتی این هفته رو دولت ایران مرتکب شد و در یک نشست رسمی گند رسمی زد. حتی ما فکر میکردیم فقط تو صدای آمریکا از این سوتی عادیه. جناب آقای لولا دا سیلوا، رئیس جمهور محترم برزیل، مقامات ترجمه نیست.
زدم. بیاد ترسش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر انصاره و امامه والمستشهدین بین یدیه. نه ترس نشه. بله ها هست 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 ادامه بگید هست هست خب جناب آقای لولا دا سیلوا رئیس جمهور محترم برزیل، مقامات پارازیت نمیخواد که قاطی کنه، اما گاهی هر از گاهی اتفاقایی در هفته رخ میده یا اتفاقایی در هفته گذشته رخ میده که باعث میشه پارازیت دستیشو بکشه بیاد پایین بگه آقا این چه وضعی آخه. خانم ها، آقایان، ملت همیشه در صحنه، جماعت بیدار، مسئولین هوشیار، بچه ها، بزرگان ایران زمین، شما که طرفدار نظامی و شما که طرفدار نظام نیستی، نمیدانستی یا اینکه یادت رفته بود بدانی، بدان و آگاه باش که چیزی حدود 334 روز از کشته شدن ندا آقا سلطان در روز روشن و در خیابان‌های تهران میگذره. فیلمش رو من دیدم، شما دیدید، دنیا دیده، همه دیدند، حتی آقای احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای هم دیدند، ولی به روی خودشون نیاوردند. چیزی که مشخصه اینه که فارغ از انگیزه های سیاسی دوربر این جنایت، قتلی در روز روشن در خیابان های پایتخت ایران انجام گرفت. یه دختر خانمی، حالا شما بگو آدم بد، آدم شیطانی، آدم برانداز، آدم هر چی میخوای اسمشو بذار، به قتل رسیده. فیلمش ثابت میکنه که قتل صورت گرفت و حالا سوال اینجاست که پلیس ایران، مجریان قانون، کاراگاهان برجسته، سربازان امام زمان، نمیدونم ماموران برجسته‌ای که قاتل و جانی میگیرند، در این 334 روز کجا بودند؟ پلیسی که اینو گوش بده، پلیسی که عبدالمالک ریگی رو رو هوا میزنه میاره میذاره جلوی تلویزیون، چرا هنوز نتونسته قاتل ندا آقا سلطان رو پیدا کنه؟ 334 روز از قتل یک شهروند ایرانی تو خیابونای تهران میگذره و هنوز قاتلش معرفی نشده. نه تنها معرفی نشده، بلکه اصلا انگار نه انگار که اتفاقی افتاد. آقا پارازیت امشب ترمز دستی خوش کشیده اومده پایین که این پرسش رو از مسئولان نیروی انتظامی یا هر کسی که مسئوله بپرسه، چرا هنوز قاتل ندا آقا سلطان بعد از 334 روز دستگیر نشده؟ شما اگر دلیلی غیر از توانایی ماموران انتظامی ایران در این باره میشناسید، به ما به آدرس parasit@voanews.com ایمیل بزنید و ما رو هم مطلع کنید.